خبرها آمریکا 18 بانک ایرانی را تحریم کرد بحران کرونا در ایران و سری بیماران غیر اورژانسی ممنوع شد در پی تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران محمد جواد ظریف به چین شتافت لطفا پیش از تماشای ادامه ویدیو روی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب کلیک کنید و عضو کانال آوای ایران شوید وزارت امور خزانه داری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه 8 اکتبر 2020 اعلام کرد در راستای سیاست های دولت ترامپ برای انزوا هرچه بیشتر ایران 18 بانک ایرانی را تحریم کرد. واشنگتن چند هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فشارها بر ایران را دوچندان کرده و پیشتر هم وعده داده بود تحریم های گسترده ای علیه ایران وضع کند. وبگاه وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که حوزه مالی اقتصاد ایران را در چارچوب دستور اجرای 13902 قرار داده و این وزارت مجوز عمومی درباره های مالی مشخصی در ارتباط با مؤسسات مالی ایران که بر اساس دستور اجرایی 13902 تحریم شدند صادر خواهد کرد. دستور اجرایی 13902 کالاهای اساسی مانند حالا یک کشاورزی غذایی دارویی و تجهیزات پزشکی را از تحریم ها مستثنا می کند استیون منوچین وزیر امور خزانه داری آمریکا در بیانیه گفت تحریم های ما تا زمانی که ایران دست از اقدامات تروریستی برنداشته و برنامه اتمی خود را محدود نکند ادامه خواهند داشت الیوت آبرامز مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز سهشنبه 6 اکتبر 2020 اعلام کرد بود که تحریم‌ها علیه ایران در روزهای آینده گسترده تر می شود. در ادامه روند تحریم‌ها علیه ایران که از زمان خروج دونالد ترامپ از توافق هستهی برجام آغاز شد و با فعالسازی مکانیسم ماشه به نقطه اوج خود رسید، الیوت آبرامز خبر از گسترده تر شدن تحریم‌ها در روزهای آینده داد. آبرامز به شبکه CNN گفت: فشارها تا کنون هیچگاه بین اندازه نبودند. به وضع تحریم‌ها ادامه می دهیم و در روز و هفته آی آینده آنها را بیشتر میکنیم این دیپلمات ارشد آمریکا همچنین توضیح داد فارغ از اینکه در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در آمریکا چه کسی برنده شود ایرانی ها آماده مذاکره برای امضاع توافق جدیدی خواهند بود زیرا که نمیتوانند چهار سال دیگر دوام بیاورند مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرد تحریم‌های گذشته مانند آن اکنون در دست داریم نیست این فشارهای جدید تا کنون هیچگاه وجود نداشتند سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز جمعه اعلام کرد که در ادامه روند افزایشی شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران طی 24 ساعت گذشته 210 بیمار دیگر جان باختند و 4142 بیمار جدید شناسایی شد. به گزارش روز جمعه 18 مهر ماه در خبرگزاری مهر سیما لاری افسود که از میان بیماران تازه شناسایی شده 1787 نفر در بیمارستان ها و مرا ز درمانی نقاط مختلف بستری شدند. در حال حاضر 4392 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در ایران در وضعیت وخیم به سر میبرند. آنطور که خانم لاری اعلام کرده با احتساب آمار تازه تا ظهر روز جمعه شمار قربانیان کرونا در ایران به 28098 نفر و شمار مبتلایان به 492378 نفر رسید. مقام های جمهوری اسلامی ماهاست که آمار تفکی کی ابتلا و مرگ ناشی از کرونا در ایران را متوقف کردند اما به طور روزانه آمار دولتی را در اختیار رسانه‌ها ها قرار می دهند. در همین حال درستی این آمار با تردیدهای جدی روبروست و منابع مستقل شمار واقعی مبتلایان و قربانیان را بسیار بیشتر از آمار رسمی می دانند. از اواسط شهریور ماه روند ابتلا و مرگ ناشی از کرونا در ایران سیر سودی یافته و به دلیل پر شدن ظرفیت بیمارستان ها مقام های وزارت بهداشت از کمبود تخت و امکانات بیمارستانی و فرسودگی کادر درمان ابراز نگرانی می کنند. در همین زمینه ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت ایران روز جمعه اعلام کرد به علت مراجعه بالای بیماران مبتلا به کرونا پذیرش بیماران غیر اورژانسی چه برای عملهای جراحی و چه برای درمانهای معمولی در بیمارستانها ممنوع شد آقای حریچی به خبرگزاری صدا و سیما گفت که بر اساس آمار ده درصد از بیمارانی که به بی بیمارستان مراجعه می کنند و 50 درصد از کسانی که در بخش مراقبت های ویژه بستری می شوند فوت می وی با توجه به تراکم بالای مراجعه به بیمارستان ها که به رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی اجازه داده شده از ظرفیت بیمارستان های خصوصی و عمومی غیر دولتی برای بیماران کرونایی استفاده کنند با دستور آیت الله علی خامنه ای نیز همه ظرفیت بیمارستان نیروهای مسلح نیز در اختیار ستاد کرونا قرار گرفته است در حال حاضر لیران در شرایط ویژه به سر میبرد اما به گفته علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران وضعیت این استان بحرانی است آقای زالی روز گذشته در نامه به وزیر بهداشت خواستار تمدید محدودیت های کرونا تهران به مدت حداقل یک هفته دیگر شد در حال حاضر استان های تهران اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کاکیلویه و عبای رحمت، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان و یزد در وضعیت قرمز و استانهای کردستان، هرمزگان، فارس و گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند. دولت چین جمعه 9 اکتبر 2020 اعلام کرد محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز جمعه طی سفری دو روزه راهی پکن پایتخت این کشور می شود. سفر شتابان ظریف به چین یک روز پس از آن انجام می شود که ایالات متحده آمریکا افسون بر افزودن مقامات تهران در لیست سیاه و اعمال شدیدترین تحریم ها بخش مالی ایران از جمله 18 بانک و مؤسسه مالی ایران ایرانی تحریم کرد. بنا به گزارش خبرگزاری پرس وزارت خارجه چین در بیانیه کوتاهی اعلام کرد که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران جمعه طی سفر رسمی دو روزه به دعوت وانگ همتای چینیش به پکن می رفت. پس از خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای و اعمال تحریم های یک جانبه علیه تهران کشور چین که هم پیمان ایران است اما همچنان به عنوان طرفی در توافق هسته‌ای 2015 باقی مانده است وزارت امور خزانه داری ایالات ایالات آمریکا روز پنجشنبه 8 اکتبر اعلام کرد در راستای سیاست های دولت ترامپ برای انزوای هر چه بیشتر ایران و در چارچوب اعمال تحریم های حداکثری علیه این کشور 18 بانک ایرانی را تحریم می کند. تحریم های بازدارنده آمریکا بدین معناست که چنانچه مؤسسه های مالی خارجی و غیر ایرانی نیز با رژیم ایران در تعامل باشند شامل تحریم خواهند شد. در این صورت ایران به کلی از سیستم مالی جهان خواهند خواهد شد واشنگتن چند هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فشارها بر ایران را دوچندان کرده و پیشتر هم وعده داده بود تحریم های علیه ایران وضع خواهد کرد از سوی کشورهای اروپایی با اقدام آمریکا در قرار دادن ایران در لیست سیاه مخالفت کردند اقدامی که به موجب آن بزرگترین بانک ها و شرکت های اروپایی به دلیل تعاملات تجاری با ایران که پیش از این مجاز بوده تحریم خواهند شد. محمد جواد ظریف در واکنش به تحریم های آمریکا علیه کشورش آن را جنایت ضد بشری همزمان با پاندمی کرونا توصیف کرد این اقدام واشنگتن در راستای تلاش های گسترده آمریکا برای اعمال فشارهای حداکثری علیه ایران و همچنین تیر خلاص زدن به توافق هسته 2015 صورت میگیرد واشنگتن با اعلام تحریم ها علیه ایران فروش نفت مهمترین منبع درآمد این کشور را هدف قرار داده و برجسته ترین مقامات سیاسی و نظامی ایران را به لیست سیاه افزوده است. کشورهایی که از تحریم های اعمال شده بر ایران تخلف کنند با خطرات بزرگی مواجه خواهند شد که بارسترین آنها عدم دسترسی به سیستم مالی آمریکا خواهد بود.